اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. آن سوی آبها وطنم بود، خاک غریب گم شده من، خابیده روی بستر تاریخ، جاری میان روح و تنم بود. بر آبهای ساحل نفتی درد خلیج فارسی من آغاز گریه می شد. آنگاه تصویر خانه پدری همراه عشقهایم می رفت در کشاکش امواج تا قلب کوچه باقی کانجا پر از شکوفه خورشید لبریز عطر یاسمنم بود. آن سوی آبها وطنم بود، شاید که در سپیده نیشابور بر برج یک رباط قدیمی پیچیده گیسوانش در دست‌های باد لیلای سوگوار چشم انتظار آمدنم بود. آبی که می‌گذشت از پیش پای من تصویر چین گرفته تبعیدی را تا حوض خانه پدری می‌برد، آنجا که مادری سجاده را به روی سحر پهن کرده بود. چنگی به آب می‌زد، در موج موج آب می دید چهره ای کورا نشان ز خیشتنم بود. علیرضا نوریزاده. سه‌شنبه 30 تیر ماه 20 ماه ژوئن به شما سلام میکنم. 20 ماه ژوئن 30 خرداد به شما سلام میکنم. بله، اشتباه لپی منو ببخشید. همونجا آدم برسه کله سحر پاشه یه راست بیاد تلویزیون رو بشینه جلوی دوربین، از این اتفاق هم میفته. اما پنجره درست روبروی خلیج همیشه فارس بود. نگاه میکردم پیش خودم میگفتم چرا باید اوضاع به گونه ای باشه که کارمند هتل که مادرش ایرانی است و پدرش بحرینی به من بگه آرزوی ما این بود به جان که امروز ایران این موضع رو بگیره با قطر کنار بحرین بود. قبل از انقلاب چقدر ایران به ما نزدیک بود. اگر خطری ما رو تهدید میکرد ایران برادر بزرگتر پدر بالا سرمون بود، یتیم نبودیم. عادل محمد هم همین حرف رو میزنه. آقای انور عبدالرحمن سردبیر بزرگترین روزنامه اون جمعی حرف رو میزنه. منصور جمری شیعهی که پدرش آیت الله طرفدار آقای خمینی بود همین رو میگه. دوست من مجید علوی که وزیر کار بود همین حرف رو میزنه. سوسن شاعرم همین حرف رو میزنه. تلویزیون بحرین من رو دعوت کرد. برنامه دارن که سر 12 ظهر پخش میشد. مهمانشون بودم 1 ساعت و صحبت کردم براشون. گفتم آقا اینو به حساب ملت ایران و حتی همه این حکومت هم نگذارید. یه عده از اون اول انقلاب این برنامه رو داشتن، برادران مدرسی. آقای ممتقی خان حزب عمل داشت، میخواست عراق آزاد کنه. عقویشون هم هادی خان جبهه اسلامی آزادی بخش بحرین رو داشتن.
مثلا بحرین رو آزاد کنه. شما همین الان در ماجرای قطر، آقای جابر انصاری معاون وزارت خارجه میره به قطر، با معاون با وزیر خارجه ملاقات میکنه، بعد به دیدار شیخ تمیم میره، نامه ای از آقای روحانی به شیخ تمیم میده. تفسیرها و تحلیلهای زیادی شد. بعضیا گفتن آقای روحانی گفته آقا تا پای جون باهاتیم، هر چی بخوای بهت میدیم. بلافاصله تفسیرش که ترکا میخوان از راه ایران وسایل به قطر بفرستن، از جمله تجهیزات نظامی. و باز خبری در کنارش اومد، نه، در شورای عالی امنیت ملی آقای شمخانی و آقای روحانی و همطور آقای ظریف به شدت مخالفت کردن با اینکه ایران در ماجرای دعوای قطر با اعضای شورای همکاری خلیج فارس برادرانش خیلی طرف قطر رو بگیره. بقیه همسایگان هم هستن، خطاهای گذشته نباید تکرار بشه. آقای ولایتی هم همین عقیده رو داشته، بنابراین نشون میده خود رهبر جمهوری اسلامی هم تا حدی میدونه در این بازی نباید انگشتای آدم بسوزه، تا یه حدی، در حد معقول. متا بعضی از برادران سپاه میگن نه، الان موقع استفاده سیلی رو الان باید به سعودی زد. چه میکنن؟ قایقاشون رو برمیدارن را میفتن طرف عربستان. اونجا یک چاه مرجان هست، چاه نفتی مرجان، که ما با سعودی ها اومدیم تقسیم کردیم فلات قاره رو، یه جزیره اونا برداشتن به نام عربی، یه جزیره مال ما فارسی، و اون خط وسطش هم شد مرز دریایی ما در خلیج فارس. خب سه تا قایق پشتن رفتن، دو تاشون با تیر اول در میرن، یکیشون گرفتار میشه. خبرگزاری تسنیم جمعه یا شنبه گذشته گفته بود که نیروهای مرزبانی دریایی سعودی آتش گشودن به یک قایق ماهیگیری ایرانی و یک صیاد رو به قتل رسوندن، یه ماهیگیر. اما خبری که سعودی ها دادن از این حکایت میکنه که در ساعت 8:28 جمعه شب 16 ژوئن سه قایق وارد آبهای ساحلی سعودی شدند. پرچمهایی به رنگ سفید و قرمز داشتند. این قایقها به سرعت به سوی به اصطلاح تجهیزات دریایی مرجان رفتند. نیروها در برابرشون مقاومت کردند، حمله کردند و دو تا از اینا از این قایقها گریختند. اما یکیشون به چنگ آمد. سه نفر از اعضای سپاه پاسداران دستگیر شدند. مقادیر زیادی اسلحه و مهمات و مواد منفجره داشتند که میخواستند در تأسیسات مرجان به کار ببرند. ببینید، من وقتی اینجا میام براتون میگم حماقت‌های یه نفر، دو نفر میتونه آتشی بپا کنه که همه ما در این آتش بسوزیم، بی دلیل بهتون نمیگم. من نگرانی رو در بحرین دیدم، این نگرانی در جاهای دیگه هم مشاهده میشه که مبادا خلبازی یه نفر از این ور یا اون ور باعث بشه که آتش جنگی شعله ور بشه که خشکتر در اون بسوزن. ما در یه موقعیت بسیار خطرناک قرار داریم. دولت امریکا به هیچ وجه آمادگی امتیاز دادن به جمهوری ولایت فقیه رو نداره. سنای آمریکا با 98 رأی موافق طرح مجازات های تازه رو تصویب میکنه. طرح های دیگری هم در دسته. مصاحبه دکتر شاهین فاطمی رو میدیدم با محمد رضا شاهید عزیزم، بسیار مصاحبه جالبی بود. اصلا این برنامه چند حلقه برنامه جالبی بود. اونجا باز دکتر فاطمی هم تاکید میکرد جمهوری اسلامی پنبه اوباما رو بعد از گوشش بیرون بیاره. حکایت دیگری است در امریکا، مسائل دیگری داره مطرح میشه در این کشور نسبت به جمهوری اسلامی. بنابراین رژیم حواسش رو جمع نکنه، نه تنها بازی رو باخته بلکه منطقه بازی رو باخته.
و هزاران هزار کشته، ویرانی مشترک برای همه و 100 سال عقب افتادن همه. فکر میکنید من مبالغه میکنم یا شوخی میکنم؟ نه، چون میدونم اون طرف چه تدارکی دیده. سپاه، بله ما انتقام از داعش گرفتیم، یه موشک از این ور زدیم رفت تو سوریه، پدر داعش رو در آورد. همون روز آمریکایی‌ها هواپیمای سوری رو سرنگون کردن. باش تا صبح دولتش بدمد، کین هنوز از نتایج سحر است. روسیه‌ای که هلمن مبارز چاقو به دست وسط میدون بود چی شد؟ دو تا تظاهرات در مسکو و شهرهای دیگه شد، آقای پوتین حساب کار خودشو کرد. در مصاحبه که مستقیم با مردم به 140 سوال جواب داد، گفت اصلا آمریکا دشمن ما نیست، دوست ماست، ما قصد دوستی داریم و بلافاصله تماس‌ها، مذاکرات به روسیه اطمینان داد، به اسرائیل روسیه اطمینان داد، نگران نباشین جمهوری اسلامی و حزب الله در چنگمان، محال به شما سوء نظری داشته باشن. حکایت رو روش دقت کنید. به نظر من خیلی ها تو جمهوری اسلامی خطرات این بازی رو درک کردن. به اعتقاد من خود روحانی کاملا درک کرده، شمخانی درک کرده. اینا که دستشون تو کار امنیت و نظامی بوده درک میکنن. تیمسار صالحی این رو درک کرده، میدونه که چه خبره. تیمسار کیومرث حیدری میدونه چه خبره. دریادار سیاری میدونه چه خبره. اینا خبر دارن. ولی آقای فدوی که یه عنوان دریاداری بی خود بهش دادن حالیش نیست. قایقا رو میفرسته. ببین حالا اگه رفتین بمب زدین، فکر میکنه اگه بمب تاسیسات مرجان زده بودن واکنش چه بود؟ گذشت دوره‌ای که ملوانای آمریکایی رو میگرفتین میآوردین؟ نه، الان واکنش خواهد داشت. ببینید در منطقه خیلی اتفاقا داره میفته، اینو نباید در نظر دور داشت. آقای حیدرالعبادی که 5 سال پیش بعد از نوری المالکی، اگه انگوش میذاشتم گفتن حیدرالعبادی مرد دوم جمهوری اسلامی در عراقه. نه، استقلال خودشو داره نشون میده. یه سفر منطقه‌ای داره، عربستان، کویت، بعد ایران. حتی میگه که آماده پا در میانی است. یعنی عبادی از یک طرف بودن به سرعت میاد این طرف. در ملاقاتش با ملک سلمان، ولیعت محمد بن نایف و ولیعت محمد بن سلمان، وعده میلیاردها کمک میگیره برای بازسازی موصل و شهرهای دیگه. استقبال تاریخی ازش به عمل میاد. فکر میکنم یه فیلمی داریم نگاه کنیم که از عبادی چه جور استقبال میشه. نگاه کنیم فیلمش اگر هست. در حال این به نظر من تازگی داره، چون در عراق یه خطکشی شده بود، سعودی ها دشمنن، جمهوری اسلامی دوسته، و خطکشی هم توسط شیعیان میشد. ولی در پس اونجا آقای ابراهیم جعفری، نگاش کنید، رهبر اون ائتلاف شیعه اونجا ایستاده. فضا داره عوض میشه در منطقه. جمهوری اسلامی باید حساب کار خودش رو بکنه. در حال به نظر من ما در منطقه شاهد تحولات اساسی و عمده خواهیم بود. گفتن یک گزارشی رو شورای عالی امنیت ملی به رهبر جمهوری اسلامی داده و در این گزارش تاکید شده در دعوای قطر و همسایگانش ما به هیچ وجه از یک خطی نباید جلوتر بریم، چون در پس این دعوا نگاه میکنیم اسرائیل وجود داره در حمایت از قطر، آمریکا در یک بازی دوگانه، ما وارد این بازی به هیچ وجه نباید بشیم، این بازی برای ما خطرناک. همزمان در سوریه باز اتفاقات مهمی داره میفته. از یه طرف سرنگونی هواپیمای سوری توسط آمریکایی‌ها، عملیاتی که کردهای همون گروه دموکرات که کردها و عرب ها هستند
دارن انجام میدن در رقه عملیات بسیار بزرگی است. ترک‌ها عملاً چاره‌ای جز پذیرفتن نداشتن. اونتا گفتن رقه رو آزاد کردن توش نمونن که تبدیل بشه به یک قرارگاه کرد. بسیار خوب. در عراق، کردهای عراق آماده برای برگزاری همه پرسی میشن راجع به استقلال و جدایی، بدون اینکه بخوان رأی مردم رو تنفیذ کنن. شمشیری بلند کردن در برابر دولت. فردا موصل آزاد شد، بخش کهن موصل هم آزاد شد. آیا هشت و شبی میخواد وارد شهر بشه؟ با وحشت مردم چه میکنن؟ داعش دیگری در راهه. خطای نوری آقای نخست وزیر عراق نوری المالکی داعش رو به وجود آورد. اگر چنین خطایی تکرار بشه و هشت و شبی وارد مناطق سنی بشه، داعش دیگری در راه خواهد بود. جمهوری اسلامی میخواد به سوریه خودشو برسونه و از اون طریق به لبنان، راه رساندن اسلحه به حزب الله. اسرائیل و دولت‌های منطقه دست روی دست میگذارن، تماشا میکنن و دست میزنن برای جمهوری اسلامی. نه، چونی نخواهد بود. ناگهان 50 داعشی دستگیر میشن. جمهوری اسلامی مدعی است که گروه الفرقان رو نابود کرد، دیگه چیزی ازشون نمونده. اما اونا اعلامیه میدن میگن نه، تازه اول کاره. محاصرمون بکنن با دشمن به خاطر نادانی ها، به خاطر خطاها. به هر حال به نظر من روزهای سختی رو در پیش داریم. آرزو میکنم اینقدر عقل و درایت حضرات داشته باشم. اما در داخل کشورمون چی پیش میاد؟ فکر کنید یه عده مردم اومدن برای حقشون. آقا این تشکیلات مؤسسه اعتباری سامن الحجاجی که درست کردید کلاشه، دزده، دست سپاه توشه، دست آقای سید ابراهیم رئیسی، دست پدرزنش علم الهدا و قوم و خیشا توشه، پول مردم رو خورده. آتش به اختیار رو مقام معظم رهبری صادر کردن و آتش به اختیار رو مأمورانشون اینجوری با مردم تمرین میکنن. نگاه کنید. دلاور مردان بسیج و سپاه و نیروی انتظامی فرمان مقام معظم رهبری را در آتش به اختیار به خوبی تنفیذ کردند. با جان و پوست و گوشت مردم، مردم تحت ظلم قرار گرفته که چیزی جز احقاق حقشون نمیخواهند. دیدید چقدر آتش به اختیار را قشنگ ادا کردند؟ حالا اگه دشمنی به مملکت ما حمله بکنه، همین آقایون شجاع، فرماندهان شیرافکن و شیروژن، اینها تو سوراخ موش قایم میشه. دردناکه، دردناکه که آدم اینها رو باید بر زبان بیاره. به هر حال افسوس میخورم که چنین اتفاقی افتاد. یه خبری هم دیدم که به نظرم بد نیست اشاره بکنم. یه وقتی یک احمد رضا حاجتی بود، جزو بسیجی ها و امنیتی های خوزستان، نماینده ولی فقیه هم بود، میخواست نماینده مجلس بشه. من اینجا سوابقش رو گفتم، شما مردم بزرگوار پشت کردید بهش. حالا خبردار شدم که ایشون یک باندی تشکیل داده،
در بلژیک یکی از عواملشون رو گذاشتن، حالا اکتفا به اسم کوچکش میکنم، اردشیر، که اینها افراد امنیتی و سپاه رو در مقابل مبلغی وارد خاک انگلیس میکنن. برای خواستم بهشون بگم ما حواسمون جمعه، همه رو میدونیم و دستگاه این مملکت هم خوب میدونن چه برنامه و نقشه ریختید، بنابراین خلاصه دنبال این بازی ها نباشید، به جایی نمیرسید، آبروتو نمیرید. راستی امروز اینم یادم باشه بگم، تولد ابی عزیزم بود 29 خرداد. ابی نازنین خواننده همیشه، همینطور تولد عزت الله انتظامی نازنین، پیر صحنه و فیلم و درود بهش میفرستم، متولد 31 خرداد 1303. 31 خرداد تولد خواهر نازنین منم هست که با تمام وجودم بهش تبریک میگم، خواهری که همیشه یار و همدل و همراه من بوده از روزگار خردی. البته این بارم سلام با چکش کن، پشمک خورده بودیم، من مثلا 4 سالم بود، اون 1 سالش، بعد دستمو کردم توی مشهد بودیم، دستمو کردم توی پارچ آب بشورم، اون قنشیکن رو ورداش رو زد تو سرم خورد سر ما رو شکن. ولی عزیز منه، خدا حفظش کنه و همه عزیزانش رو براش زیبا و سرحال نگرده. فرصت شد به هم تبریک بگم. زویا زاکاریان عزیزم نیست، تولدش 29 خرداد بوده دیروز و به او هم تبریک میگم، یکی از برجسته ترین ترانه سرایان ما که فقط کیو کیو بنگ بنگش برای تاریخ کافیه، حکایت نسل ما رو به این زیبایی بگوید و گوگوش بانو هم بخواند. بسیار زیبا بود. خب برگردم به بحثمون. آقای دانشمند معرف حضورتون هست، این آقا از روحانیون طرفدار بیت شیرازی است، مرحوم آقای سید محمد شیرازی که در قید حیات بودن، و واقعا اون مرد چقدر فرق داره با اخوی و با کسانی که ادعای پیروی راه او رو میکنه. مرد بزرگی بود شیرازی و پسراش چه بچه های تربیت کرد. حجت الاسلام رضا که به مرگ مشکوکی درگذشت، هنوزم پیدا نشد که چه بود. مرتضی اون نازنین جوانی که آقای فلاحیان آتشش زد، کباب آهو بار گذاشته بود، مشغول خوردن بود و او رو به آتش کشید. مهدی و دیگران، همه فرزندانش. به هر حال این آقای دانشمند پیرو آقای سید صادق شیرازی است، خیلی هم شیعه متعصب و ضد سنی و اینا، ولی وقتی یه حرفایی میزنه که آدم بد نیست بشنوه. گوش بدیم به این حرفای اخیرش. من پشت یه ماشینی دیدم نوشته دو تا 16 تا کی به کیه. کی به کیه واقعا؟ الان واقعا دو تا 16 تا است، شاید بیشتره، 20 تا 20 تا رسیده، چون دو تا 4 تا اگر بود وضع مملکت ما این نبود. من میگم این مسئولین ما یه کسایی باید بالا سرشون باشه رحم نداشته باشه. با حالا بی رحم ترین آدما، پست ترین آدما بر علیه شیعه و اسلام و انسانیت و اخلاق داعشیان. من میخوام بگم یه عده‌ای باید بیان که بیرحم باشن، خیش و قوم بازی در نیارن، حزب بازی در نیارن، اگه برادر خودشونم مثل آدم نمیتونه مدیریت کنه بزننش. مسئولینی که خیانت بکردن و میمدن دست پاشون رو میگرفتن جلو مردو میدوتا سطر آشکار مردم با تا کفش میزنن میشه و همونجا تو سطل آشغال واداش کردن استعفا بده. ما یه هرچی فضایی رو میبین که طرف مدیر هست، صبح داره از خونه میره بیرون، مسئول این مملکت ما، بدنش مثل بیت به لرز، خطا بکنه سطل آشغالی، خطا بکنه پدرش ای ملت در میاد. من حرف بینه چطور ایران قدرو مثلا حاضر 25 میلیون وام بده برای که آشغالا رو بفروشه، واقعا اسم ماشین نمیشه گذاشت رو ماشینای ایرانی، بفروشه، حاضر نیست 25 میلیون تومان وام بده جوونا برن ازدواج کنن،
آمار فحشا بیاد پایین. ببین همین تسهیلاتی که آقای دانشمند یک طرف قضیه رو که باب میل خود و گروهش هست میگه، 25 میلیون وام میده که این بنجل رو بخرن، اما نمیگه پیکانی که نمونه اتومبیل در منطقه بود کره‌ای ها حسرتش رو داشتن و اون بزرگمرد خیامی برپا کرده بود، چرا باید به این روز بیفته؟ چرا در روزگار جمهوری ولایت فقیه به این فلاکت بیفته؟ به خاطر دزدها، به خاطر قطاع طریقها، به خاطر همین مدیرانی که بعضن هم با آقای دانشمند دوستن، فقط انگشت رو برادر میذاره که نیشی به روحانی بزنه اما بقیه رو از یاد میبره. گفتم تولد ابی بود، یه ترانه قدیمی از ابی میشنویم، میلاد، به روز تولدم میخوره و من خیلی این ترانه رو دوست دارم. با هم گوش میکنیم ترانه رو که فکر میکنم لقمان ادهمی شعر و آهنگش گفت و اریک نازنین که یادش گرامی باد تنظیمش کرد. میشنویم. لحظه دیدار تو شد روز میلاد من، غیر تو هر نقش دیگر رفت از یاد من. تو میدونی زبون شاهرک مارو، میشناسی مسیر قاصدک هارو، تو نقاش بال پروانه هایی، شکوه سبزه ها از جنس گل هایی. لحظه دیدار تو شد روز میلاد من، غیر تو هر نقش دیگر رفت از یاد من. میدونی زبون شاپرک هارو، تو میشناسی مسیر قاصدک هارو، تو از ایل و تبار نطفه نوری، برای بزم شبنم گل شیپوری. کشیدن شوق پروازم تو هستی، تویی که با نگاهت در وجودم ریشه بستی. تو میدونی زبون شاهرک هارو، تو میشناسی مسیر قاصدک هارو، تو نقاش بال پروانه هایی، شکوه سبزه ها از جنس گل هایی. لحظه دیدار تو شد روز میلاد. با
با درود دوباره ابی جان، تولد مبارک. دوباره حضورتون عرض بکنم، دوشنبه دو روز پیش همه ما دیروز همه ما شگفتی زده شدیم در برابر حمله یک جوان بریتانیایی، آقای آزبورن، آقای دارن آزبورن، که حالا اونم یاد گرفت از تروریست‌های اسلامی و اومد با اتومبیلش به صف نمازگزاران حمله کرد. حالا این جایی که ایشون حمله کرد، این مسجد عجیب غریب که ابو حمزه و ابو زهرمار اونجا ترویج اسلام ناب انقلابی محمدی سربریدنی میکردن، خب جای خیلی عجیب غریبی است. من یادم نمیره پلیس میستاد نگاه میکرد، ابو حمزه سخنرانی میکرد، نابود میکنی و همیشه این بساط برقرار بود. صحبتشون هم بود که آقا ما اگر اینو تسلیم اردن بکنیم اعدام میشه. اردنیا گفتن آقا ما اعدام نمی کنیم. اومد محاکمش هم کردن، آزادش هم کردن. بعد از اینکه در جریان محاکمه توبه کرد و گفت دیگه از این کارا نمیکنه. اما آقا میگه آقا من تروریست نیستم، 4 تا بچه دارم، ماهی پیشم از زنم جدا شدم، اعصابم هم داغونه وقتی میبینم یه عده پاشتن اومدن تو کشور من و اینجا از انواع مزایا برخوردارن، پول از دولت میگیرن، خونه از دولت میگیرن، بعد بچه هاشون میان مردم ما رو میکشن. فاجعه آمیز بود حمله که کردن. من با پسرم امید، خیلی آدم حساسیه، باش صحبت میکردم اشک میریخ، هم برای اون 6 نفری که اون شب شوم لندنی، اون 7 نفر کشته شدن، بعد آدمایی که این عمل انجام دادن جنازه‌هاشون کف خیابان افتاد، دختره که پا شده بود اومده بود نامزدش رو ببینه بی گناه کشته بشه به خاطر نفرت، و بعد هم برای قربانیان این آتش سوزی بزرگ لندن که بخش عمده‌شون مسلمان بودن. من اون جوان لبنانی رو می‌دیدم با همسر و 2 دخترش و مادرش که خاکستر شده بودن، و حالا بعضی ها دنبال اینن که اینم ربط بدن به اینکه بله این انگلیسای دست راستی این کار کردن. و این اتفاق آخر که رخ داد، این اسلام ناب انقلابی محمدی در 2 وجه ولایتی و سلفیش خطرناکه. اگر علمای اسلام به پا نخیزه، آقایون سکوت نکنید. من از علامه بزرگ، از علامه دانشمند آقای مجتهد شبستری میخوام قدم جلو گذاره، استاد محقق داماد قدم جلو گذارید، آیت الله سید رضی شیرازی که اعلم علمای عصری قدم جلو بگذار، در جهان اسلام همینطور امام ازخر یک مرد برجسته واقعا صاحب فضیلت، مفتی مصر، علمای عربستان سعودی، علمای کویت، امارات، علمای مغرب، مصر، همه این جهان اسلام، اندونزی، آقا به پا خیزید، یک مجمع تشخیص بدید. نگذارید آقای یک اخوان مسلمی بیاد بشنه از تلویزیون الجزیره براتون دین درست کنه، خوشحال باشه که آمریکایی‌ها کشته شدن. نه، نکنید این کارو، بیاید و قاطعانه بیستید. اگر واقعا اعتقاد به دینتون دارید، اگر میخواید دینتون رو حفظ بکنید، آقای سید مهداد رضوی، اگه دینتون میخوای حفظ بکنی، برو تو قوم این علما رو یقشون رو بگی چی اینا نشستن حیز و نفاس هی رساله میدن بیرون. قاطعانه بلند شید بگید، نفی بکنید خشونت رو، بگید دین باید با زمان جلو بره. مگه هی تاکید میکنید حضرت علی گفته فرزند زمان خویشتن باش؟ دوران سربریدن گذشت، حالا داعش اومده میگه در سربریدن هم برمیگردیم به صدر اسلام. آقا رها کنید، بجنبین به خودتون. اسلام داره تبدیل میشه به دشمن درجه اول بشریت،
و بشریت بلند میشه علیهش. الان بسیاری از مسلمان ها اظهار تبرع میکنن از اسلام، جوان ها نمیخوان بگن ما مسلمانیم، به خاطر که هرچی زشتیه به نام اسلام شده، هرچی بدیه به نام اسلامه. هیچ کس زیبایی ها و خوبی هایی رو که قبل از فتنه در ایران وجود داشت به یاد نمیاره دیگه. آقا ما رمضان قشنگی داشتیم، ما رمضان همدلی و همبستگی داشتیم، این نبود که امروز مشاهده میکنیم. تظاهر و فریبکاری و پول به رخ هم دیگه کشتن. آقا مجلس افطار شهردار رو دیدی؟ ماشاءالله تو هر بشقاب یه بوقلمون بود. این شده تظاهر ما به دینداری. جنبه خشونتش هم که داریم میبینیم در همین موصل، در این بخش قدیمی موصل که واقعا با چه وضعی عراقی ها دارن میجنگن و در این حال نمیخوان مردم بیگناه کشته بشن، تمام تلاششون اینه که مردم رو حفظ بکنه. شما ببینید الان چه خبر، داعش چه جنایاتی رو مرتکب شده، مردم بیگناهی که میخوان فرار کنن میزنن و با بیرحمی میکشنشون. فیلم ها رو که آدم میبینه واقعا دلش به خون میاد. چه جور با مردم شهر رو نگاه کنید. موصل دومی شهر عراق، شهر زیبا با گذشته تاریخی، تمدن سومری، آسوری، نینوا وقتی میگفتن، به گونه ایست که حسین علیزاده اون حماسه و ملهمش رو میسازه. و حالا این شهر ببینید به چه روزی افتاده. داعش دیگه در جنایت آنچه را بود انجام داد. در برابر چی؟ در برابر جنایات نوری المالکی، در برابر جنایات بشار اسد. این به مصلحت شیعه نیست که در کشورهای که شیعیان در اقلیتن گفته بشه اینا ستون پنجم ایرانن. من در بحرین شخصیت‌های شیعه برجسته‌ای رو دیدم، همشون بسیار ایران رو دوست دارن و احترام میگذارن، اما میگن آقا ما نمیخوایم اینجا حکومت آخوندی باشه، خیلی پادشاهمون رو دوست داریم، نظام مشروطمون رو دوست داریم، حکومت سکولارمون رو دوست داریم، چون به اسلام هم احترام میگذاره. تمام مدت در ماه رمضان سحر موقع افطار بانگ قرآن و اذان به گوش میرسید، دینشون هم دارن، ولی در عین حال آدمهای معاصرن، زندگی معاصر میخوان داشته باشن. چرا باید جمهوری اسلامی بخواد این نظم رو به هم بزنه؟ چرا در یمن ما تا خرخر آلوده شدیم؟ چرا؟ کجا مصلحت ملی ما ایجاب میکنه ما در یمن؟ دوستی برای من رضا مرتب مینویسه آقا مگه زمان شاه، آقا جان زمان شاه رو با حالا مقایسه نکن. زمان شاه ما آبرو داشتیم، الان بی آبرویم، اینا رو با هم مقایسه نکن. شاه اگر رفت به عمان به درخواست سلطان عمان و برای جلوگیری از این بود که کمونیست‌ها مسلط بشن، تمام حاشیه خلیج فارس رو میگرفتن بعد سراغ ما میمدن. شاه رفت عمان رو نجات داد. به همین دلیلم هنوز سلطان بعد از 50 سال خود رو مدیون ایران میدونه و دوست ایران باقی مونده، اگرچه ایران دیگه اون ایران نیست. خانم دکتر ستاره درخشش، دوست قدیمی که من بسیار برای خودش احترام قائلم، پدرش مرحوم درخشش، مادر نازنینش، خانوادهشون، مدیر برنامه فارسی صدای آمریکا، مصاحبه کرده بود با آقای رایان کروکر که سفیر ایالات متحده در عراق بود، مدیر کل وزارت خارجه، الانم مسئول پرونده عراق است. ایشون ضمن صحبتاش دو اشاره نابجا کرد. یک اشارهش در مورد این بود که بله ایران در واقع در رژیم گذشته هم علیه عرب ها از نیروی نظامی استفاده کرد و رفت جزایر رو گرفت. خیلی برای من جالب بود، جزایر رو گرفت یا جزایری که مال ما بود انگلیس ها به قصب
اونجا رو متصرف شده بودن ایران پس گرفت. این که تصرف نمیشه. سرزمین خودمون رو اگر به خودمون بازگرداندیم این میشه تجاوز. با عملکرد جمهوری اسلامی یکیه که بمب میفرسته تو بحرین، بمب میفرسته تو کویت، اینا رو با هم برابر میدونیم. و بعد ایشون اشاره به حضور ایران در عمان کرده بود. آقای رایان کروکر، اگر ایران در عمان نبود الان شما اونجا نبودید. شوروی سقوط نکرده بود. اگر نفت خلیج فارس دست شوروی افتاده بود، چین و شوروی منطقه رو بلعیده بودن، اتحاد شوروی نابود نمیشد. قصه افغانستان پاکستان هم دنبالش داشت و حاشیه خلیج فارس به ایران هم میکشید. شاه در واقع رفت هم سلطان عمان رو نجات داد، هم جلوی کمونیستا رو گرفت. یادم نمیره کمونیستای ما، برادران رفقای کمونیست، شاه رو محکوم میکردن که آقا تجاوز شاه به سلاله محکوم است، به عمان محکوم است. تجاوز شاه محکوم است. گرفته بود جلوی حضور اینا رو بگیره. در بازپسگیری جزایرمون همین آقایون مجاهدین و همتایانشون علیه ما اعلامیه دادن بیرون در بغداد. دردش آدم به کی بره بگه؟ وقتی فرزند ایران نوکر دشمن میشه، خب معلوم آقای رایان کروکر هم باید بیاد این حرفا رو بزنه. به هر حال اینو گفتم، اتفاقا زنگ زدم به خانم دکتر درخشش هم پیغام دادم براشون که من این کار رو خواهم کرد، چون حرفای بسیار بی ربطی این آقا زد و این آقا مثل که نه تاریخ بلده نه یا اون نفرت و دشمنی که اینا با رژیم گذشته ایران داشتن انقدر بوده که الان هم چشمشون رو به روی واقعیت ها میبندن. یه اتفاق دیگه هم در منطقه افتاد که به نظر من قابل تأمله، هم باید از نظر خود واقعه بررسیش کرد و همین که کویت رو در نظر گرفت. کویتی ها در چندی قبل سال 2015 21 تن رو به اتهام جاسوسی برای ایران و حزب الله دستگیر کردند. اینها چند شبکه در کویت درست کرده بودند، از تأسیسات نظامی تصویربرداری میکردن، از حضور آمریکایی‌ها و در اختیار جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان قرار میدادن. اینا محاکمه شدن و دادگاه استیناف کویت هم، دادگاه عالی، رئیس هسته عبدالیشون در محله عبدالی بودن، او رو به اعدام محکوم کردن. و حسن عبدالهادی حاجیه رئیس گروه، حالا در دادگاه تجدید نظر، در حالی که دادگاه عالی تایید کرده بود، اما کویتی ها واقعا به دنبال آرامشن، به دنبال درگیری نیستن. نظام پارلمانی دارن، مطبوعات آزادن و دلشون میخواد با همسایگانشون رابطه خوبی داشته باشن. شیخ سوبال احمد امیر کویت مرد خردمندی است، 70 سال توی سیاست کشورش است، از 15-16 سال دیگه. این بار اومدن دو تن رو به 15 سال حبس محکوم کردن. آقای حسن عبدالهادی حاجی به حبس ابد محکوم شد به جای اعدام. سه تن به 5 سال حبس محکوم شدن، یه دن به 10 سال حبس. به هر حال این عده که به عنوان هسته تروریستی ازشون یاد میشد از مرگ جستن و جلوی یک بحران بزرگم گرفته شد. از اون طرف در داخل جمهوری ولایت فقیه آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای، یکی از بدنامترین، فاسدترین، آلودترین قضات که سابقه امنیتی هم داره، اعلام کرد که علی اکبر حیدری فر، یکی از قضات پرونده کهریزک، دستگیر شده و به 15 سال زندان محکوم شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خیلی بامزه است. یک نفر اصلاح طلب رو دستگیر میکنن، سه ماه شکنجه و زجر،
مصاحبه تلویزیونی، دادگاه علنی که تو دادگاه هرچی میخواد بگه. یه جنایتکاری به نام هیدریفر که با همدست سعید مرتضوی در کهریزک جوانای مردم رو بهشون تجاوز کردن یا به دستورشون به اونا تجاوز شده، از جمله مهدی که من آوردم باش صحبت کردم، الان هم تو شرایط روحی بسیار بدیه، محاکمم که میشه یواشک 15 سال زندان محکوم میشه یواشک، چون مردم نباید بدونن دستور رو کی داد، مردم نباید بدونن خود محسنی اژه‌ای چه نقشی در اون جنایت ها داشت، نباید بدونن نقش آقای هاشمی شاهرودی و بعدش آقای صادق آملی چه بود، اینو نباید گفته بشه. آقای محسنی اژه‌ای فرمودن که 3 اتهام صادر شده که محکومیت سنگین داشته، در نهایت اشد مجازات یکی از اتهاما که 15 سال زندان بود درباره این آقای علی اکبر حیدریفر اعمال شد. حالا سوال از اینه چطور جناب عالی آقای محسنی اژه‌ای در مواردی که پرونده سیاسیه، در مواردی که خانم نرگس محمدی وسط کار هست، در اون مورد شما میاید مدت محکومیت که تموم میشه یه پرونده دیگر رو باز میکنید، دوباره 9 سال 10 سال 5 سال زندان میدید. آیت الله کاظمینی بروجردی چه جرمی کرده بود که بعد از پایان محکومیت دوباره در زندان نگرش داشتید که 2 بیماری دیگه به بیماریهاش اضافه بشه؟ انصافم واقعا خوب چیزیست. آقای حیدریفر همراه سعید مرتضوی جنایتکار و حسن زارع دهنوی قاضی حداد، اینا متهمان اصلی پرونده کهریزک بودن، 3 سال بهشون انفصال از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی دادن که تمام هم شد و برگشتن سر کارشون. همه اینا به خاطر چی بود؟ به خاطر مهدی بود؟ به خاطر اون دخترک بود؟ به خاطر اون 2 پسر جوانی که بهشون تجاوز شده بود؟ نه، این هم به خاطر آقای محسن روح الامینی بود، چون پدر از پابوسان مقام معظم رهبری و دوستان ایشون بود، بنابراین خب باید یه جوری سر و تای قضیه رو به هم میآوردن. آقای حیدریفر در سال 91 هم به دنبال درگیری با راننده یک خودرو در یک پمپ بنزین در اصفهان تیراندازی هوایی کرد و بعد از مدتی دستگیر شد. آقای اژه‌ای همینطور درباره 6 استاندار، چند فرماندار و تعدادی از رؤسای برخی دستگاه‌ها به دلیل تخلفات انتخاباتی صحبت کرد که به نظر من بزرگترین متخلف انتخابات احمد جنتی است که او رو باید محاکمه می‌کردند. همینطور خود آقای محسنی اژه‌ای. بله، اینا اتفاقاتی است که در وطن عزیز ما داره میفته و ما شاهدش هستیم. مجلس خبرگان هم در نامه‌ای، یعنی در پیامی که داده به آقای روحانی، گفته از بحث‌های تفرقه انگیز اجتناب کنید، یعنی خفقان، یعنی ساکت. آقای احمد جنتی هم امضا کرده، این موجود خبیثه که تمام رذالت ها در وجودش جمع شده. من نمیدونم علی آقا جنتی هنوز به پدرت میگی پدر؟ هنوز اینو قبول داری؟ بله، رئیس مجلس آقای احمد جنتی که ناپلئونی به زور وارد مجلسش کردن، بیعت با پیامبر و امامان را به معنای مشروعیت بخشی به حکومت پیامبر و یا امام توسط مردم و بیعت کنندگان ندانست، بلکه آن را تأکیدی بر اعلام وفاداری و پیروی از و فرمانبری از رهبران الهی خان. یعنی آقای خامنه ای هم رهبر الهی است. گوش بدید، چند و دیگر گفتن ایشون در جمکران 14 بار با امام زمان وصل شده. یه صحبتی از آقای رفسنجانی میخوندم چند سال قبل، اشاره میکرد به شیخ مفید و کلینی و غیره، میگفت لابد اینها با نواب امام زمان ارتباطی داشتن، با نواب.
حالا آقای خامنه‌ای مستقیما ارتباط دارن، رهبر الهی هم هستن، یعنی رأی مردم و انتخابات ارزشی اصلا نداره. بله، با اشاره جنتی به خطبه شقشقیه حضرت علی گفته در ابتدا بیعت را نپذیرفت به خاطر شناخت جامعه و نقص کنندگان و فتنه های آینده بود، لذا شرط میکند بیعت آنان را بپذیرد، به نظر خودش عمل میکند. خب روحانی بدبخت هم همین رو گفته. چی گفته؟ گفته مردمی که بهش رأی دادن او موظف در برابر مردم که خواستهای مردم را انجام بده. آقای روحانی در مهمانی افطار گفته بود با پزشکان، امیرالمومنین مبنای ولایت و مبنای حکومت را نظر مردم و انتخاب میداند. حالا جنتی در برابرش این حرفا رو میزند. محسن قرویان هم از نوکران مصباح یزدی از بچه هاش در مصاحبه با وبسایت دفاع رویداد 24 دفاع در دفاع از حسن روحانی گفته که آقای قرویان که تغییرم کرده، گفته این برخوردها و استفاده از ادبیات تند علیه منتخب ملت قطعا حرام بیان شرعی. این میگوید حلال است، آن میگوید حرام است. متاع کفر و دین بی مشتری نیست. در جمهوری ولایت فقیه البته متاع کفر طرفداران بی شماری دارد که نماد آنها احمد جنتی است. خب حالا به من میگم به پایان برنامه رسیدیم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا فردا، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. یه دنیای عشق تو نگاه
کی مثل من عاشقت بی وفا چشمای منتظر به راهم ببین چشمای منتظر به راهم ببین Thank you.